با سلام و سلامتی به شما عزیزانم. سلام، شالوم خدا رو به شما اعلام میکنم، به خصوص امروز که موقعی که جشن، واقعا خود من خیلی مشغول یه خدمت خاص هستم، اصلا نمیتونم تک تک با افراد سلام علیک کنم، در آغوش بگیرم. مرسی که این منو تحمل میکنید، این ضعف منو میدونم که خیلی همراهی میکنید در اون قسمت. پس الان به جاش شالوم خدا رو، سلام و سلامتی خدا رو روی تک تک شما عزیزانم اعلام میکنم. آمین. امروز کلیسای محلی ما با قوه و پشتیبانی روح مقدس خدا و روح پرفیض عیسی مسیح خداوند مفتخره که برای چهارمین بار جشن تقدیس زوجها رو جشن میگیره. آمین. چهار سال پیش بود که در ارمنستان خداوند رویایی برای این کلیسا داد که هر سال ازدواج‌های عزیزان تقدیس بشه، جشن گرفته بشه، و خدا رو شکر می‌کنم واقعا میتونم به جرئت بگم تنها کلیسایی که اینطور که شنیدم، چه در بین کلیساهای ایرانی چه در بین کلیساهایی که ایرانی نیستن، جشن تقدیس زوجها رو میگیرن. البته سال هاست که برای زوجها دعا میشه، ولی چنین جشن پرشکوهی خداوند ما عیسی مسیح فیض رو این کلیسا بخشیده. چرا نباید پرشکوه باشه؟ چرا نباید پرجلال باشه؟ چون جشن تقدیس ازدواج زوجها به طور خاص عزیزان عشق و محبت رو که خود خداست مورد تجلیل و بزرگداشت قرار میده. آمین؟ آمین. و قلبهای ما به خصوص امروز به طور خاصتر، به طور خیلی مخصوصتری در وجد و شادی و سپاس هستیم، به خاطر اینکه جشن تقدیس زوجها مصادف شده با راز عظیم و عجیب عشای ربانی. آمین. چه فیض عظیم. وقتی به این دو ضیافت نگاه میکردم تو این روزها، به این دو آیین مقدس نگاه میکردم، واقعا میدیدم اینقدر تنیده شده در همه، اینقدر در هم ادغام شده است که به سختی میشه، از نظر مفهوم الهیاتی میگم، به سختی میشه این دوتا آیین عالی رو، این دوتا ضیافت پرشکوه رو از هم جدا کرد. چون راز عهد ازدواج راز یکی شدن دو انسانه با تمامی تفاوتها، با تمامی اون مشکلاتی که شاید در بطنش وجود داشته باشه، چون دو تا انسان نیست، و راز مقدس عشای ربانی، راز یکی شدن داماد ما عیسی مسیح خداوند با کلیسای مقدسش، با بدن مجید و مبارکشه. آمین؟ آمین. وقتی سعی میکردم این دوتا رو یه جوری به زور از هم جدا کنم و یه جوری فکر را میشتم متمرکز و عهد ازدواج کنم، یاد عیسی مسیح خداوند افتادم. همونطور که در عهدی خوندیم و تاریخ گواهی میده، عیسی مسیح خداوند هرگز ازدواج نکرد، درسته؟ با وجود اینکه در روزگارش، در اون زمان واقعا مجرد بودن یک رابی، یک معلم شرم‌آور بود. به احتمال زیاد او محبوب دل دختران بسیاری بود، چون کلام خدا میگه او نزد خدا و مردمان در هر بودی ترقی میکرد. او انسان کامل بود عزیزان، هیچ وقت یادمون نره، و من بر این باور هستم به خاطر کاملیت انسانی به احتمال زیاد احساسات عاشقانه هم به او دست میداد. با تمام اون دخترها و زنهایی که واقعا حسرت داشتن فقط به او حرف بزنن، اما عیسی مسیح خداوند به خاطر دعوت بلند پدر از تمامی اینا چشم پوشید. مثل خیلی از مجردا که دعوت خاص دارن برای تجرد، و در این دعوت خاصشون چطور در قداست و متانت زندگی میکنن. اما نکته جالبی که میخوام توجهتون رو اون جلب کنم که عیسی مسیح خداوند این رفتار و دعوت شخصی خودشو بر دیگران تحمیل نکرد عزیزان. برعکس،
رقانای جلیل با حضور مبارک خودش مزین ساخت. باور میکنید که عیسی مسیح خداوند امروز مثل همون روز که در عروسی قانای جلیل بود در بین ما حاضره؟ باور میکنید؟ باشه که امروز به طور خاص به خاطر این عطیه زیبایی که خداوند به نوع بشر داده او رو اونطور که لیاقتشه پرستش کن، او رو اونطور که لیاقتشه حمد و سپاس بگیم، آمین. و در حضور مقدس او این عهد مبارک ازدواج عزیزان تقدیس بشه. باشه که امروز با چشمای ایمانمون عیسی مسیح خداوند رو در بین مهمان ها در بین خودمون ببینیم. میتونی ببینید با چشمای ایمانتون؟ ولی قبل از اینکه به پیام خاص امروز به سوی او حرکت کنیم، توجه عزیزانم به یک نکته خیلی حساس جلب میکنم. عزیزانی که امروز با قدم ایمان به جلو اومدن با شادی که ازدواجشون تقدیس بشه، و میخوام این توضیح که میدم و استناد با این آیه در کتاب مقدس میشه. عبرانیان باب 13 آیه 4 میگه نکاح به هر صورت به هر وجه چیه؟ محترمه. از دیدگاه مسیحیت ازدواج مقدسه. ازدواج یک هندو، ازدواج یک مسلمان، ازدواج یک بی خدا، از هر مکتب، از هر مذهب و فرقه ازدواج مقدسه. آمین. چرا که ازدواج در حضور خدا بسته میشه و هر پیوندی با ارزشه. ما امروز ادعا نمی کنیم که ازدواج شما قبول نیست. میخوام از نو ازدواج کنیم، دعا کنیم براتون. نه، این قبول نیست، ارزشی نداره. هر ازدواجی مقدسه، هر پیوندی مقدسه. چرا که چیزی رو که خدا به هم پیوست هیچ انسانی نتواند از هم جدا کنه. اما از دید انسان امروزی هستم، دیدی که انسان سقوط کرده نسبت به ازدواج داره، عزیزانم اگه صداقت داشته باشیم همیشه و همیشه با نقص و کمبود توأم بوده. برای همین تقدیس ازدواج که با دعا، کلام و حضور مقدس عیسی مسیح خداوند به وسیله روح قدوسشه میتونه این نقص رو جبران کنه. آمین. این نقص رو میتونه برطرف کنه. همه ما که از ایران اومدیم آگاه هستیم که در ایران ازدواج مثل یک قرارداد اجتماعیه. درسته در نگاه اسلام ازدواج هیچ گونه تقدسی نداره. برای همین تمامی طول زندگی رو، کل زندگی رو یک ازدواج نمیتونه در بر بگیره. برای همینه که ازدواج در کلام خدا، در کتاب مقدس یک امر مصلحتی نیست عزیزان، زایده فرهنگ و سنت ها نیست، ولی به وضوح میبینیم در فرهنگ انسانی، در دنیای سقوط کرده ما ازدواج چقدر سقوط کرده. برای محکم شدن این پیوند مقدس شرایط انسانی گذاشته میشه. مهریه، خوشقواله، شیرباها. اگه عاشقم یه چیزی به نامم کن، ثابت کن. آشنا هستیم با این الفاظ عزیزان؟ ولی در عهد ازدواج، در مسیحیت، یگانگی و اتحاد در خدا معصومانه و دور از هر شرایط انسانیه. آمین؟ اما سوال اینجاست، اگه این چیزایی که دارم تعریف میکنم واقعا اینقدر معصومانه است، اینقدر عالیه و کل زندگی رو در بر میگیره، چرا اینقدر در خود این مسیحیت جدایی ها هست در بین زوجها؟ چرا نفاق ها هست؟ چرا با اینکه عهد ازدواج بستن ولی کل زندگی اونا رو در سلامتی گوهن در بر نمیگیره؟ چرا عزیزان؟ امروز میخوام به جای اینکه اینو منفی سوال کنم، این سوال مثبت کنم. سوالی مثبت میپرسم و از طریق کلام خدا میخوام به اون جواب بدیم. آمین؟ آیا
میشه عشق و محبت با تمامی چالش هایی که در اون وجود داره، حتی در یک ازدواج سالم با تمام تنش هایی که بین دو تا انسان متفاوت وجود داره، میشه تا پایان عمر دوام داشته باشه، نه با جون کندن آسیب سرخ چی میگه صورت آسیب سرخ نگه داشتن، اینطوری منظور نیست، بلکه از محبت به محبت، از قوت به قوت حرکت کنیم. آمین. اگه جواب بله است، کیا میگم بله؟ چطوری؟ چگونه؟ عزیزان، برای که امروز درست درک کنیم که یک عشق چگونه میشه یک عمر رو در بر میگیره بدون دق و سه، امروز میخوام به چند نکته اساسی بگیرم، به چند تا نکته اساسی با هم راجبش صحبت کنیم و اشاره کنیم. برای همین عزیزان، من تمامی حواس شما رو میخوام. آماده هستی؟ برای که تمام حواس شما رو داشته باشم یه مثال بزنم. تا حالا توجه کردین عزیزان وقتی یک لباسی میپوشید دکمه بالایی رو اشتباه ببندید لباس چه شکلی میشه؟ ولی اگه اولی رو درست ببندید بقیه خود به خود اصلا این دیگه که اولی رو فقط نگاه کنی یکم دقت کنی، درسته؟ اگه اولی رو درست ببندی همچون که داره کار میکنه خود به خود همه سر جاش قرار میگیره. باور کنی؟ رابطه یک زن و مرد در عهد ازدواج همینطور عزیزان، اگه دکمه اول درست بسته بشه، یعنی تو هدف خدا رو بفهمی و فوکوس تو روی هدف خدا بذاری، متوجه این؟ مثل اون دکمه که درست بسته شده بقیهش بسته میشه. ما رابطه ها رو میبینیم، اغلب رابطه های ناقص، مشکلدار، عشقهای آتشینی که شروع شده چطور به شکست انجام میده. در مسیحیت دارم میگم ها، چرا عزیزان؟ چون دکمه اولیه درست بسته نشد. حاضر با هم دکمه های ازدواجمونه، این لباسمون از اول درست ببریم. حواستون اومده؟ آمین. خلاصه یک کلام هستم، این میگه ازدواج یک تعهده، یک شراکت مقدس بین زن و مرد و خدا اینو برقرار کرده برای اهداف خودش هستم، نه برای خوشبختی ما در مرحله اول، نه برای اینکه زن یا مرد اونجا باد زده بشه یا عقده های گذشته کمبوده های گذشتهش تو زندگی فعلیش بخواد جبران شه. متوجه هستین؟ البته در یک ازدواج سالم همه اینا هست، تمام این مقابل عالی توش هست، ولی در مرحله اول، در مرحله اول از میخوام دکمه اولی رو ببندیم، هدف از ازدواج اهداف خدا انجام میشه، ازدواج برای هدف خدا برقرار شده. این از طریق کلام خدا میگم. آدم اصلا به فکر ازدواج بود؟ اصلا احساس میکرد که نیاز به یه همسر داره؟ این نیاز داشت؟ این چی بود؟ ازدواج از ذهن خدا نشأت گرفت. تمامی قوانین، تمامی اهدافی که در ازدواجه بنیانگذارش خود خداست، چون هدف خاصی برای ازدواج داره عزیزان. این عهد از خداست، نه فقط از خداست عزیزان، بلکه یکی از اسرار خداست کتاب مقدس میگه، و هیچ کس به جز طریق مکاشفه نمیتونه به مفهوم کتاب مقدسی اون بی ببره. برای همین ما انقدر ازدواج های شکسته داریم. عهد در ازدواج یک رازه. الان این راز رو چطوری باید بازش کرد؟ چطوری باید به مفهومش پی برد؟ کلام خدا خیلی زیبا ما رو هدایت می‌کنه. در مزمور 25 آیه 14 میگه محرم راز خداوند ترسندگان او هستند. و او عهد خودش رو به ترسندگان خودش چیکار می‌کنه؟ تعلیم میده.
آمین. آمین. پس راز خدا وقتی مکشوف میشه این راز ازدواج و ترسندگانش و خودش قول داده. الان شما دارید تعلیم میگیرید درسته؟ که خودش مستقیم یا غیر مستقیم این تعلیم باز شدن این راز رو به شما بده. در اخصاصیان باب 5 آیه 32 بیشتر این برای ما باز میکنه. از 22 اشاره میکنه به زنان، این زنان تسلیم شوهران خود باشید همون گونه که تسلیم خداوند باشید. در هر امری همسر خود را اطاعت کنید، تسلیم باشید و میگه شوهران زنان خود را محبت کنید آن گونه که مسیح کلیسا را محبت کرد. همجور ادامه میده تا آیه 32 که من منظورمه، میگه از این رو مرد پدر مادر خود را ترک کرده به زن خود میپیوندد و آن دو دیگر دو نیستن بلکه یک تن میشن. و میگه اما زیباترین کلمه رز لیکن این راز عظیم است، چون که عزیزان میگه در مورد مدتون نیست بلکه پولس میگه در مورد کلیسا و داماد آسمانیه. آمین. من دارم راجع به مسیح و کلیسای مقدس رو صحبت کنم. باب 5 و این همه توضیح دادم راجع به ازدواج مرد زن و چارچوب‌هایی که برای اونا گذاشتم به خاطر کلیسا و مسیحه. آمین. چون در ذهن خدا عزیزان ازدواج داره تصویر مسیح و کلیسا رو به دنیا معرفی میکنه. این هدف خداست. یا آمین داری یا نه؟ داریم دکمه یه بالایی رو چکار میکنیم؟ میبردیم. اما برای اینکه معنی خاص سر راز اونطور که پولوز رو درک کرده برای ما بازشه، دوباره ما به یه آیه احتیاج داریم. مزمور 5 آیه 4 میگه مقدسان من رو نزد من جمع کنیم که عهد را با من به یک قربانی بستند. پس عهد بر اساس یک قربانیه. آمین. قدم اول عزیزان در زبان عبری معمولا به جای بستن عهد میگفتم بیاییم با هم چکار کنیم؟ عهد ببریم. چه تصویری در ذهن میاد؟ اگه مهناز به بریمز بگه بیاییم با هم عهد ببریم، چه تصویری در ذهن میاد؟ یه چاقو و چی؟ ریختن خون. حواستون به من از یه چاقوی تیز و ریختن خون. پس عهد مستلزم ریختن خونه، یعنی فدا کردن جان یک نفر. مگر تو اصلا وارد عهد نخواهی شد به قول پاستور یخته، این عهد مخرمون شده اونجا باقی خواهد ماند. داریم دکمه بالایی رو میبندیم عزیزان. در عبرانیان واژه یونانی عهد ترجمه شده وصیت. در عبرانیان باب 9 آیه 16 میگه تو موقعی که وصیت کننده زنده است وصیت اصلا ارزش قانونی نداره، اون عهد هیچ اعتباری نداره، اون راز برملا نمیشه، مهرمون شده است. من اگه وصیت بکنم عزیزان وقتی میمیرم بعد از فوت من ارث من تقسیم میشه درسته؟ تا زمانی که من زنده هستم هیچ کدوم از وارثین من نمیتونن سهم خودشون رو دریافت کنن. با من موافقیم؟ تا زمانی که من زنده هستم وصیت نوشتم، وصیت یعنی عهد نیست، هیچ کدوم نمیتونن از ارث و میراث خودشون استفاده کنن. پس چه وقت عهد بسته میشه؟ چه وقت وصیت درست حسابی انجام میشه؟ تا موقعی که من بمیرم. در واقع زوجهای عزیز و کسایی که در آینده میخواییم ازدواج کنیم، وقتی که وارد عهد میشی میخوایی عهدی رو ببندی، در واقع داری حکم مرگ خودت رو چکار میکنی؟ امضا میکنی. الان من یک مثال دیگه میزنم که واقعا میخوام تا این مثال ها تا این قدم اول این دکمه اولی بسته نشه.
زندگی که می‌بینیم خدا و ابراهیم به وضوح دیده میشه. خدا و ابراهیم اصلا یک رابطه شگفت‌انگیز، یک رابطه شخصی فوق‌العاده زیبا داشتن. در باب 15، پیدایش باب 15، خدا وارد صحنه میشه، به ابراهیم میگه ابراهیم من زمین کنعان رو میخوام به ارث تو بدم، به ارث تو و ذریت تو. ابراهیم هم چون خیلی زرنگه میگه از چه چیز بدونم، چطوری ثابت میشه که تو سرزمین کنعان رو به ارث من میدی، به نام من و ذریت من میدی؟ و خدا بهش میگه به وسیله بریدن عهد. به عبارتی از آخرین تعهدی که خدا در مورد هر موضوعی میده بر مبنای عهد. وقتی او عهد میبنده با یک انسان، احتیاج نیست دیگه هیچ کار دیگه رو کنه. اما در بریدن عهد در اون زمان، عهدی که در خاورمیانه مرسوم بود، عزیزان صحبت خواهش میکنم حواستون به من باشه، بریدن عهد در آن زمان، عهدی که در خاورمیانه مرسوم بود، حیوانات خاصی رو میگرفتن ذبح میکردن و دو پاره میکردن و روبروی هم این دو پاره ها رو میذاشتن و طرفین عهد اونجا مرسوم بود در خاورمیانه. دوباره میگم حیوانهای خاصی رو میگرفتن ذبح میکردن، این حیوانها رو دو پاره میکردن و میذاشتن این طرف و اون طرف. طرفین عهد از میان قربانی ها عبور میکردن، میگفتن این قربانی ها رو نشان میدادن، گفتن این نشان زندگی منه، این کسی که اینجا، این جانور، این حیوانی که اینجا مرده، این مرگ منه. پاره های بدن های مرده رو نگاه میکردن، میگفتن این مرگ منه، من بعد از این میمیرم. یه سمبول بود و برای این شریک عهدم زندگی میکنم. و میبینیم که ابراهیم چطور زندگی خود رو انکار کرد تا عهد، وصیت و مواهب عهد خودش و ذریتش به دست بیاره. آمین. عیسی مسیح خداوند چطور خودش رو انکار کرد، نه تا به مرگ معمولی، بلکه تا مرگ صلیب، تا امروز عروسش کلیسا در قوت، سلامتی و پیروزی زندگی کنیم. آمین. اگه خوب به تاریخ نگاه کنیم، به کتاب مقدس نگاه کنیم، تمام ارزش‌های الهی در تاریخ، تمام اون چیزهایی که اثرگذاره، منشأ‌های راستین الهی داشته، در واقع تمامش حاصل عهدایی که خدا با انسان بسته. عزیز خداوند نمیخواد ما هرگز از اهمیت، شکوه و جلال عهد و برکاتی که پشت عهد غافل بمونیم. یادتونه راجع به عهد سبت صحبت کردم، راجع به عهد دقیق صحبت کردم، الان راجع به این عهد ازدواج و همچون عهدی که در عهدهای ربانی امروز با هم صادق شده. حالا من این چیزایی که تعریف کردم میخوام به عهد ازدواج ربطش بدم. هنوز داریم دکمه بالایی رو میبندیم. آماده ای؟ وقتی یک زن و مرد عزیزان از میان قربانی پاره شده عیسی مسیح روی صلیب، چون او برای ما فدا شد، ما قبل از اینکه بخوایم ما هم عهد ببندیم با او عهد بستیم، نیست؟ و امروز عهد شما یه نفر که ایمان داره یا ایمان، یکیشون ایمان دار نیست، این عهد انجام نمیشه. عهد تقدیس مگر اینکه دو نفر قبلش با عیسی مسیح خداوند وارد عهد و پیمان به وسیله خون مقدس او شده باشن. وقتی یک زن و مرد با هم عهد می‌بندند، انگار به صورت تمثیلی از میان قربانی عیسی مسیح، از میان بدن پاره پاره شده او روی صلیب عبور می‌کنند و میگن من دیگه برای خودم زندگی نمی‌کنم، بلکه برای طرف عهدم زندگی میکنم، من زندگی خودم رو انکار میکنم. آمین. این زن نشانه زندگی من است، این مرد من است که نشانه زندگی منه. هر کدوم از ما زندگی خودشون رو انکار میکنن،
که برای دیگری زندگی کنن. آمین. مثل ابراهیم که زندگی خودش رو این کار کرد برای خدا، مثل عیسی و کلیسا، همچون خدا هم همینجور وارد عهد پیمان با ابراهیم شد و عیسی مسیح هم همینطور با کلیسا وارد عهد پیمان شد. این پایه و اساس عزیزان ازدواج مسیحیه. هدف از عهد ازدواج در مسیحیت انجام اراده خدا. چرا؟ گفتیم چون آدم اصلا به فکر ازدواج نبود، حتی نمیدونست نیاز داره. آمین. تمامی این افکار با شکوه ازدواج، این لطف عظیم خدا برای بنی بشر از افکار خدا نشأت میگیره و اتحاد اساس این عهد و پیمانه و طرفین بدون فهمیدن این ریشه و اصل عهد ازدواج نمیتونن ازدواج مبارک داشته باشن. از این پس مرد پدر مادر خود رو ترک میکنه، به زن خود میپیونده و از این به بعد دیگه دو نیستن بلکه یک هستن. ترک کردن و پیوستن کلید باز شدن اسرار الهی برای عهد ازدواج. ما محبت رو از کدام جهت فهمیدیم عزیزان؟ ما محبت رو از این جهت داریم که او جان خود را برای ما داد. آمین. تا ما هم جان خود را برای او، نه فقط برای او بلکه برای بدن مقدس و مبارکش قرار بدیم. اینو تو اول یوحنا، من نمیگم، 3:16 میگه اگه او جان خودش رو برای کلیسا نمیداد، الان کلیسایی وجود داشت که جان خودش رو برای عیسی مسیح بده؟ آمین. اما عزیزان، فقط ازدواج ماهیت عهدنامه نداره بلکه ماهیت نبوتی داره. یک حقیقت شگفت‌انگیز و عجیب عزیزان در مورد شخصیت خدا، در مورد خصوصیت خود خدا، او خوشنوده، او یه اشتیاق عجیبی داره عزیزان که خودشو برملا کنه، خودشو مکاشفه کنه به ما انسان ها. از مخفیگاه خودش بیرون میاد. 2000 سال پیش به واسطه عیسی مسیح خداوند که به جهان ما اومد، خودش رو مکاشفه کرد از طریق عیسی مسیح خداوند. آمین. و بعد از طریق کلام مکتوب شدهش، هنوز که هنوزه داره سعی میکنه خودش رو معرفی کنه، خودش رو آشکار کنه، اون ذات مقدس خودش رو. و همینطور طریق سوم، از طریق زندگی و رفتار یک ازدواج سالم، یک زن و مرد سالم که عهد ازدواج رو در عیسی مسیح، اون رازش رو پی بردن، مهرومومش رو باز کردن و به کن مطلبش پی بردن. آمین. ازدواج مسیحی خصوصیت پیغام نبوتی زیبا داره، چون که رابطه شخصی بین یک زن و مرد نشان دهنده رشته اتحادیه در عهد عتیق که خدا با قومش داشت، در عهد جدید نشان دهنده عهدی که عیسی مسیح خداوند با کلیساش بست. آمین. برای همین در افسسیان باب 25:25 میگه شوهران زنان خود رو محبت کنید چنان که مسیح کلیسا را محبت کرد و خویشتن را برای او داد. عزیزان، شوهر مسیحی امتیاز داره که نسبت به زن خودش مثل مسیح، نوع محبت مسیح، اون قربانی، اون ایثار، اون از خود گذشتگی که عیسی مسیح نسبت به کلیسا داشت، نسبت به همسر خودش داشته باشه. یه فیضه که به شما شوهران داده شده و خود روح القدس تعلیمتون میده در این مسیر. آمین. دریک برنز نویسنده نامی کتاب شوهران و پدران عزیزم، من خیلی سعی کردم 50-60 جلد از این کتاب رو بگیرم، در دسترس تمام زوجهای حال و آینده بذارم، ولی هنوز موفق نشدم. امیدوارم خودتون از طریق اینترنت پیدا کنید. اینطور گفته بعد از سالها تحقیق و تجربه در امورات زن
دانشجویی، من شخصا به این نتیجه رسیدم که مردان بسیاری در فرهنگ معاصر ما وجود دارند که در زمینه‌های خیلی زیادی مثل ریاست، مثل رشته‌های پزشکی، تکنسین‌های هواپیماها یا حتی واعظین پرشور در تمامی زمینه‌ها موفق، سربلند، سرفراز افراد براشون چه دستایی میزنن، چه بالاپایین‌هایی میشن و چه برکاتی افراد از اونا میگیرن. اما دریک برنز گفته اگر در خانه خود این مرد در محبت مسیحگونه به همسر خودش شکست بخوره، از دید خدا او یک شکست خورده کامل و همه جانب است و هیچ موفقیتی نمیتونه این شکست این مرد رو جبران کنه. و از سوی دیگه پولس میگه ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همون گونه که تسلیم خداوند هستید، زیرا شوهر سر زن است چنان که مسیح سر کلیسا است و نجات دهنده کلیسا است. ای زنان شوهران خود را مثل مسیح اطاعت کنید که این نشانگر اخلاص سرسپردگی شما به مسیح خداوند هست. همجور ای زنان وقتی شوهران خود رو اطاعت میکنه این نشانگر پرستش بیعه و نقص شما نسبت به عیسی مسیحه. و این آقای نویسنده در این خصوص نسبت به خانوم ها میگه به زن، به توی زن، به توی بانوی عزیز این امتیاز ویژه و بی نظیر داده شده که با رفتار خوده نسبت به همسره، رفتار کلیسا رو نسبت به مسیح چگار کنید؟ ترسیم کنید. و این نه تنها وظیفه تحمیل کننده نیست، بلکه یک امتیاز ویژه، یک افتخار عظیمه برای تو زن. آمین. اسم این موعظه شمع وحدته. تمام این چیزهایی که صحبت کردم در یک حرکت تصویری، اگه تا الان این دکمه بالایی بسته نشده امیدم اینه که با این حرکت تصویری، با این موردی که براتون تعریف میکنم، تقریبا هفته پیش بود که خداوند این تصویر رو به من داد، این شمع بزرگ و این دوتا شمع کوچیک که پیام خیلی عالی از تمام این چیزهایی که تا الان صحبت کردم، که ازدواج یک نبوت، ازدواج یک عهد، ازدواج یک تعهد و یک یگانگی و اتحاد در بوده. سه شمع رو عزیزان در جلو میبینیم. آمین. یک پیغام نبوتی عالی در بوده، دو شمع کوتاه طرفی داریم میبینیم نیست، یک شمع بلند این وسطه. این شمع بلند نشان دهنده ازدواج این عزیزان. عروس و داماد رو دیدیم که با شمع‌های روشن در دست وارد سالن شدن. این شمع‌ها تصویری از زندگی اونا قبل از عهد ازدواجشونه. اونا با شمع‌های جداگانه و روشن وارد سالن شدن. شمع‌هاشون هر کدوم برای خودشون تو دستای خودشون می‌سوخت. هر کدومی که برای خودشون شاید زندگی می‌کردن، برای اهداف خودشون، برای خودخواهی‌های خودشون، برای خوشبختی خودشون، در واقع برای خودشون نورپردازی می‌کردن. درسته؟ و امروز اگه این زوج‌های عزیز معنی عهد در ازدواج رو فهمیده باشن، درک کرده باشن، بعد از اینکه این پیام تموم میشه با هم دیگه دو به دو جلو میان، شمع‌های کوچیک رو بر می‌دارن، در اتحاد با هم، در اون یگانگی، در بروک روح القدس به وسیله کلامش و این تعلیم، امید دارم در قلب اونا به وجود آورده باشه، در اتحاد شمع میانی رو خاموش می‌کنن و شمع‌های خودشون رو داوطلبانه و مشتاقانه با دست‌های خودشون خاموش می‌کنن. آمین. نماد زیبا که دیگه من زندگی نمی کنم، بلکه من برای نشان عهدم زندگی می کنم.
من برای ازدواجم که نشان عهد من زندگی میکنم، من زندگی خودم رو انکار میکنم، من رها میکنم، من میپیوندم به نشان عهدم، من نور خودم رو خاموش میکنم. آمین. در عوض از نوری روشنتر و بزرگتر و فروزانتر که نشان ازدواج عهد من و همینجور تمثیل عیسی مسیح خداونده لذت خواهم برد. آمین. عزیزانم در یگانگی در اتحاد قدرت خیلی زیادیه. اینجا همون جایی که زوجها به جایی که پس برن پیش خواهند رفت، این همون جایی که سر خداوند باز شده و دستای خداوند پشت این زن و شوهره، زن و مردی که خودخواهی های خودشون خلق اصلاح کردن. وقتی ازدواج میکنی عزیز، از دید خدا یک حرکت شگفت‌انگیز روحانی انجام شده که در بود روحانی قابل رؤیت نیست، غیر قابل دیدنه، ولی حقیقته. حتی از کتابش فرق میکنه عزیزان. ما میگیم یک به علاوه یک میشه چند؟ دو. اما خداوند ما عیسی مسیح و کلام مقدسش میگه یک به علاوه دو میشه پنج، میشه ده، میشه صد. آمین. یک نفر صد نفر رو تعاقب میکنه، اما دو نفر هزاران نفر رو تعاقب میکنه. آمین. ازدواجی که خدا در مرکزه، دیگه بعد از اون اونا دو نیستن بلکه یک هستن، یک عظیم. آمین. مثل خود عیسی مسیح، یک به اضافه هیچ چیز. عیسی مسیح خداوند که در مرکزه به اضافه هیچ چیز. ازدواجی که مسیح در مرکزه، زن و مرد رو عزیزان وارد یک دروازه، وارد یک قلمرو اقتدار روحانی که واقعا نمیتونی فکرش رو بکنی هدایت میکنی و دستیابی به چنین قلمرو روحانی، به چنین اقتدار روحانی. عزیزان میخوام گوشاتو خوب باز کنی، هر کی گوش داره بشنوه که امروز روح به کلیسا چی میگه. وارد شدن به این قلمرو روحانی، به این اقتدار روحانی، هر کسی با حلوا حلوا کردن و با اعلام کردن و نمیدونم با ستر چسبیدن به دیوار به دست نمیاره، بلکه دستیابی به چنین قلمرو روحانی فقط و فقط وابسته به خاموش کردن شرم خودته، یعنی انکار کردن، انکار کردن خودت و پیوستن به شریک عهدت. آمین. خدا در طول تاریخ یک بار خم شد تا شمع‌های ما رو روشن کنه، اون تاریکی‌ها و ظلمت زندگی ما رو، ما که نشینندگان در موت و تاریکی بودیم، عیسی خم شد و ما رو روشن کرد تا امروز دیگه ما برای خودمون زندگی نکنیم. آمین. ما خم شیم، خودمون رو تسلیم و تقدیم کسی بکنیم که ما رو از درون منور کرد. آمین. و ما با خم شدن و تسلیم شدن به عیسی مسیح و عهد و پیمان ازدواجمون، این نور رو در زندگیمون مشتعل و فروزان کنیم و بذاریم دنیای تاریکم این نور جهان رو از طریق زندگی و ازدواج و رابطه سالم من و تو ببینه. آمین. آیا تمام این حرفای زدم به این معناست که دیگه مشکل نخواهیم داشت؟ چرا؟ مشکل خیلی خواهیم داشت، اما یه خبر خوب، ما یه دوست عالی کنار خودمون خواهیم داشت برای حل مشکلات. آمین. یک امید پرجلال، یک امید ناپژمرده که هرگز نمیذاره اون شمع خاموش بشه، هر چقدر که تو اشتباه بکنی، چیزی که خدا به هم پیوست، حتی اشتباه هیچ انسانش نیروی تاریکی نمیتونه و اساس این عهد ازدواج که تعریف کردم نمیتونه خاموش کنه. امیدوارم تو حدی تونسته باشم سوالی که اول پرسیدم، چگونه یک عشق یک عمر دوام بیاره، تونسته باشم جواب بدم. در دو دقیقه اول میخوام بگم تمام این موارد ذکر شده یک چیز رو میطلبه، هنوز یک چیز که در تمام اونها خلاصه شده،
من بیشتر اینو میگم که بیشتر این میخ در قلبهای شما میگه کلام خدا مثل اون میخ چادرباز که باید محکم در قلب کوبیده بشه. آمین. تمام این موارد ذکر شده خواهر برادر عزیز من، زوجهای محترم که امروز در این عهد ازدواج مقدس قرار میگیریم، تعهدتون رو میطلبه و ماهیت راستین تعهد قلب توست. آمین. تعهد و حس مسئولیت پذیری مثل عیسی و مثل کلیسا از قلبتون نشان نه اعلاناتی که میکنی یا جلوی مردم شاید یه جور دیگه نشون بدیم، خیلی رابطه عاشقانه. این قلب ماست که زیر چشمای نافذ خدا آشکار و هویداست. آمین. حرف زدن در مورد تعهد یه چیزه، عمل کردن یه چیز دیگه. معیار واقعی تعهد حرف تو نیست، حتی اعلانات تو نیست، حتی اینکه یه آیه برداری و هی دیوار بزنی و صبح تا شب بگی یا خیلی کارای مذهبی بکنی، بلکه واقعیت و حقیقت راستین تعهد قلب توست عزیز من. اگه میخوای عهد ازدواج تو امروز تعهد به یک هدف، به یک نبوت زیبا باشه، اینو بدون که خداوند دو تا شخصیت متفاوت با گذشته های متفاوت، تجربه های متفاوت کنار هم میذاره. خبر خوش اینه عزیزان که خدا کپی نمی کنه، کپی برداری نمی کنه، سعی نمی کنه ما رو اینجور شبیه هم بکنه. ما انسان های واقعا که چی بگم، بهتره که چی نگم، مجبور می کنیم همدیگر که در جعبه های اپیش ساخته شده خودمون افراد رو به زور اونجا بدیم. خدا این کار رو نمی کنه عزیزان. هرچی متفاوت‌تر، هرچی تضاد بیشتر، کار خدا عظیم‌تر. از تفاوت‌ها نترس. آمین. هرچی تفاوت‌ها و تضادها بیشتر، شاهکار میکلانج آسمانی ما عظیم‌تر خواهد بود. آمین. پس الان میخوام از آن مردهای عزیزم که طرفین عهد هستن با جلو بیان. البته اگه پاستور اجازه بدن میخواییم الان سرود بخونیم یا ادامه. از زوجهای عزیزم که امروز میخوان ازدواجشون تقدیس بشه، طرفین عهد، میخوام به جلو بیان و با قلبی پر از خضوع زانو زده با یک حرکت نبوتی اعلام کنم. احتیاج نبذاره گفتم قلبم، اون طلب طلوب قلبم، حتی شاید الان متوجه نشون میگی من میخوام، واقعا میخوام این عهد ازدواج و این مفاد این عهد با شکوه شامل حال زندگی من و همسرم بشه، ولی ناتوانم، من نمیدونم باید چی کار کنم. قلب تو اینو میدونه، تپش قلب تو رو خدا میبینه، پیش چشمای همیشه بیدار خدا همه چیز منکشف و برهنه است. با یک حرکت نبوتی، با خضوع، با فروتنی زانو بزن و با این زانو زدن اعتراف کن که من برای طرف عهدم زندگی میکنم، من زندگی خودم رو انکار میکنم، من برای نشان عهدم زندگی میکنم و تصمیم میگیرم نور خودم خاموش کنم که از نوری عظیمتر که عهد ازدواجم و خود عیسی مسیح خداونده زندگی کنم و همجور در ازدواج من متجلی بشه. با این اعلام از نوری عظیمتر که خود عیسی مسیح در زندگی میخوام بهره ببرم. آمین.